اجازه بدین که سوال بعدی را از جناب اندیشمند صاحب بپرسم. جناب اندیشمند صاحب، این انشاب به نظر می رسد که تبعات بعدی را به دنبال دارد، مانند موضع گیری امیر محمد اسماعیل خان. چگونه می توان این وضعیت را کنترل نمود تا جمعیت از هم فرو نپاشد؟ خب ما قبلا هم در این مورد صحبت کردم و خراسانی به تفصیل گفتن که یک مشکلی کلانی که در جمعیت بعد از شهادت اردو رهبری که را کارازما داشتن و به صورت اتفاق همه اونا به عنوان زعیم و رهبری جمعیت شناخته می شدن و تاثیرگذار بودن، بعد از او جمعیت در یک حالت قرار گرفت که چند چهره و شخصیت هایی که اینا ادعای رهبری را داشتن اونا امسطح بودن از نظر رهبری و این مشکل همچنان ادامه دارد. اگر یک راه حلی برای این مشکل پیدا نشود، به طور مثال امیر صاحب اسماعیل خان که شما نام گرفتین، مخالفت امیر صاحب اسماعیل خان که بعد از او از این نشست رفتن و در هرات کنفرانس مطبوعاتی دایری کردن، این معناش این نیست که اینا فردا مثلا میاین با صلاح الدین ربانی و با تعداد زیادی دیگه کنگره جمعیت تشکیل میتن و در او کنگره اگر مثلا در او کنگره اگر صلاح الدین ربانی را به عنوان رهبر جمعیت یا رئیس جمعیت انتخاب کردن، باز امیر صاحب اسماعیل خان هم او را میپذیره. قطعا چنین نیست. یعنی در آینده هم اگر چنین چیزی صورت بگیره، امیر صاحب اسماعیل خان مخالفت میکنه. چرا؟ امیر صاحب اسماعیل خان خودش مساق رهبری جمعیت میداره به عنوان یک چهره ای که امیر یوزی جنوب غرب جمعیت بوده و ریش سفید است و نقش مهمی در جمعیت داشته. همین ترتیب صلاح الدین ربانی که خود به عنوان ازی که فرزند ارشد و استاد ربانی است، اونا هم اینمی احساس میکنن و اینا حتما فکر میکنن که خوب درمی کشورهای شرقی، در کشورهای آسیایی که ما نمونه های زیادی را داریم، که مثلا در هندوستان ما داریم خانواده گاندی را داریم، در پاکستان داریم خانواده ذوالفقار علی بوته را داریم، به همین ترتیب در کشورهای دیگه که مثلا رهبری حزب و سیاست از پدر انتقال میکنه بر کسی که در او خانواده میراث میمانه، از این زاویه به این طرف میبینن. و می ترتیب استاد عطامحمد نور هم اونا میگن که امور خمی خراسانی سب گفتن که در شمال به عنوان کسی که اونا وارث جبهه شهید استاد عبدالقادر ذبیح الله بودن و زحمت کشیدن و به یک چهره مقتدر و با نفوذ در اونجا تبدیل شدن و در این سالهای اخیر مثلا دفترهای جمعیت و کارهای جمعیت در ولایت مختلف فعال کردن، اونا هم همین ادعا را میکنن. و می ترتیب شما میبینید در حوزه شمالی در پنشیر، خب به این شکل اگر ادامه پیدا بکنه، ما شما شاهد بسیار پراگندگی بیشتر جمعیت خواهد بودیم. امیر صاحب اسماعیل خان یک ادعای رهبری میکنه، به همین ترتیب در حوزه شمالی که مثلا اگر در نظر بگیریم که شامل پروان و کابسا و پنشیر، در اینجا هم افراد و کسایی هستن که ادعای رهبری میکنن، این خودش جمعیت بیشتر پراگنده میسازه و بیشتر خطر تفرقه و اختلاف بیشتری را دامن میزنه. بنابراین راه حل این خواهد بود که امیال امی بزرگوارا و امی کلانا و سادت محمد نور، امیر صاحب اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی و امی در جناب قانونی صاحب و کسای دیگری که هستن، اینا حاضر شوند که یک جمعی را یا یک کمیسیون را به عنوان کسایی که یک راه عملی را برای بازسازی جمعیت از طریق برگزاری مجمع عمومی تری را ارائه بکنن و در اون طرح همگی برو که باز در اونجا یک راهی را یک مکانیزم را بسنجن که دیگه همین مشکلی همسطح بودن شخصیت هایی را که ادعای رهبری دادن، این مشکل در یک ساختار جدیدی حل بکنن. و نمونه بسیار زیادی را ما در کشورهای مختلفی داریم که یک هیچ چی خصم میتونه که از پراگندگی و از اختلاف در یک ساختار ای خود نجات بده و از این حالت جلوگیری بکنه.
و رایش هم نیست. رایش این نیست که ما هر کسی در هر گوشه ادعای رهبری جمعیت بکنه و باز بعد از اون ما فکر بکنیم که دوباره او یک او آدم میتونه جای استاد ربانی رو بگیره یا جای احمد شاه مسعود رو بگیره و اینا مثلا امو خلایی که در رهبری جمعیت با شهادت دو نفر وجود داشته این خلا رو پر بکنه. چنین چیزی ما فکر نمیکنیم که چنین اتفاق واقع شود. بنابراین یک رای دیگره و یک مکانیزم دیگره که امین مشکل رفع بکنه باید او را ما مورد بررسی قرار بدهیم و او را ما نقشه شب بکشیم و عملی بسازیم. جناب اندیشمند صاحب، با وصف از این که شما اشاره قبلا اشاره کرده به این موضوع و همچنان سایر دوستا اشاره کردن، میشه که گپای دیگه هم وجود داشته باشه که به این ارتباط بگوین. برای حل مشکل و برگشت به حزب واحد چه پیشنهادی دارین شما؟ و همچنان میشه که صحبتایتون رو جمع‌بندی کنین. ببینین، برای حل مشکل دو راه به نظر من وجود داره. یک راهش امو برگشت به حزب واحد است که ما جمعیت به یک حزب سیاسی متعارف و مدرن تبدیلش بکنیم و یک مکانیزمی را بسازیم که تمام مدعی های رهبری جمعیت اونا با هم جمع شوند و رای تدویر یک مجمع عمومی را بسنجند و یک نظرخواهی شوا یا رایدهی شوا است از راه های مختلفی از طریق تکنولوژی که فعلا است و از طریق حضوری. یعنی در مجموع ما میکانیزم را برای بازگشت به حزب واحد بسازیم. یک رای شمیست. رای دیگه ایشیست که ما اینمی را بپذیریم امی وضعیت را که فعلا وجود داره، امی دو بخشی را که در جمعیت تشکیل شده بدون یزی که ما تخریب بکنیم و بدون یزی که علیه همدیگر در تقابل و در تعارض قرار بگیریم، اجازه بدیم که اینا خودشان امو توانایی و ظرفیت خود برای بسیج مردم و برای پیاده ساختن آرمان و اهداف جمعیت در رابطه با حقوقی که ما مردم ما میخوان به دست بیارن، در رابطه با هویت، در رابطه با عدالت اجتماعی، در رابطه با مسائل مختلف، در رابطه با صلح و با مذاکره با یا اینا امو توانایی و ظرفیت خود به اثبات برسانن و اینا خودشان بتانن خود تثبیت بکنن. ولی رایش ایست که دیگر علیه هم دیگر قرار نگیریم، یک دیگر تخریب باید یا نکنن و به یک شکلی بتانن. و بسیار طبیعی و معمول هم است که مثلا احزاب سیاسی یا حزب سیاسی انشاب میکنه، جدایی رخ میده و به یک به دو دو سه حزب تقسیم میشه و اینا به صورت مدنی و به صورت طبیعی کار خود میکنن و این رای دومش هم امی راسته. در غیر از اون رای دیگه وجود ندارد. چرا؟ اگر به این شکل پیش بره و به این پراگنده و به این اختلاف و به این تقابلی که فعلا وجود داره اگر ادامه پیدا بکنه، جمعیت منزوی میشه و جمعیت کاملا فرو میپاشه. دیگه جمعیت هیچ کسی به عنوان یک طرف قضیه افغانستان جدی نمیگیره، نه طالبایی را جدی میگیره، نه کشورهای منطقوی و بین المللی که در افغانستان دخیل هستن و تاثیرگذار هستن اونا جدی میگیرن. جمعیت کاملا در یک حالت انزوا و بسر میبره که هیچ چیزی به دستش نمیاد و شرایط بسیار اساسی است که فعلا مسئله جلسه ترکیه است. شما در مسکو دیدین که طالبا با چی برخوردی و با چی شکلی اونا ظاهر شدن و اصلا هیچ حساب نمیکردن که خود فاتح حساب میکردن در افغانستان و افغانستان کاملا در انحصار خود میدانستن. اگر جمعیت به این ترتیب از این حالت خود عبور نتیه و نگذرانه، ما فکر نمیکنیم که در آینده افغانستان بتانه باعث یک طرفی تاثیرگذار و طرفی اصلی بتانه او حرفی داشته باشه و انتظارات مردم برآورده بسازه.